این هفته اعتیاد به بازی های کامپیوتری، شهر بازی با لگو و مرد عنکبوتی. اسم این نمایشگاه که در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برگزار شده اینه: طراحی کن، بازی کن، خراب کن. هدف برگزار کننده اینه که فرایندی رو که بعضی از معروفترین بازی های سالهای اخیر ازش بیرون اومده به بیننده معرفی کنه. بازی هایی مثل اسپلاتون نینتندو که توش کارکترها به جای اینکه گلوله شلیک کنند رنگ پرت می کنند تا دنیا رو رنگارنگ کنند. اینجا میتونید مراحل مختلف این بازی رو ببینید قبل از اینکه طراحی اولیه‌اش رو انجام بدن، لباس‌ها رو طراحی کنن، صحنه رو طراحی کنن. یک نمونه اولیه و ساده ازش رو می‌سازن بدون این مخلفات که اساساً ببینن آیا مفرح هست یا نه. بازی کامپیوتری بدون شک یکی از شاخص‌ترین و گسترده‌ترین جنبه‌های فرهنگ و طراحی در دوران ماست. آمار نشون میده حدود 2,200,000,000 نفر در دنیا بازی کامپیوتری می‌کنند، یعنی 1/4 جمعیت جهان. بنابراین بسیار مهمه که نهادها و فضاهای فرهنگی به این کاربرد طراحی هم بها بدن و جایگاهش رو به رسمیت بشناسن. طبیعتاً به خاطر همین نفوذ و رواج بازی‌های کامپیوتری در جوامع و قابلیت اثرگذاریشون بر افراد، مراجع و نهادهای مسئول به دقت این بازی‌ها رو زیر نظر دارن. یکی از مشکلات عالم بازی‌های کامپیوتری اعتیاد به اون هست. سازمان بهداشت جهانی اخیراً اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری رو جزو مشکلات روحی دسته‌بندی کرده و نظام سراسری درمانی بریتانیا هم اعلام کرده که نخستین کلینیک ترک اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری رو تأسیس خواهد کرد. اما این مشکل و موزل چقدر جدیه؟ آیا واقعاً نگران کننده است یا فقط بی خودی شلوغش کردن؟ در ماه‌های اخیر اکثر خبرهایی که در مورد بازی‌های کامپیوتری منتشر شده یه جورایی منفی بوده و به اثرات نامطلوب این بازی‌ها روی سلامت روانی ربط داشته. بازی فورتنایت که در حال حاضر پرطرفدارترین بازی کامپیوتری دنیاست، سوژه اصلی خیلی از این گزارش‌های رسانه‌ای بوده. به این خبرهای منفی هر روز اضافه کنید گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی رو که یک بیماری روحی جدید تعریف کرده به نام اختلال بازی. نتیجه این شده که تقریباً همه در مورد بازی‌های کامپیوتری حرف می‌زنند. سوال این که این مشکل واقعاً چقدر بزرگه. طبعاً مراجع اصلی صنعت بازی‌های کامپیوتری با گزارش سازمان بهداشت جهانی موافق نیستند. اونا میگن پژوهش بیشتری لازمه و سازمان بهداشت جهانی عجولانه عمل کرده. شواهد و مستندات نشون میده که مشکلات ناشی از بازی‌های کامپیوتری در آفریقا، اروپا و آمریکا یکسانه. میشه گفت یک پدیده جهانیه. حالا تعریف سازمان بهداشت جهانی از اختلال بازی کامپیوتری چیه؟ تعریف بسیار مشخصی داره. آدمی که از این اختلال رنج میبره باید سه ویژگی داشته باشه. اول اینکه روی بازی کردنش اختیار کامل نداشته باشه. دوم اینکه این کار براش بر همه فعالیت‌ها و سرگرمی‌های دیگه اولویت داشته باشه. و سوم اینکه بازی کردن رو به رغم پیامدهای منفی که در زندگیش داشته ادامه داده باشه و یا بیشتر کرده باشه. نکته بسیار مهم اینه که رفتار شخص باید دست کم 12 ماه بررسی بشه و ما شاهد اختلال فاحش در فعالیت‌های مهم و اساسی اون شخص باشیم. ممکنه بعضی‌ها نگران باشن که یکی از نزدیکانشون، مثلا بچه‌شون، اختلال بازی کامپیوتری داشته باشه، در حالی که اون بچه فقط زیاد بازی می‌کنه و اختلالی نداره. اول اینکه باید حواسمون باشه که علاقه به بازی کامپیوتری به هیچ وجه به معنای اختلال بازی کامپیوتری در شخص نیست. حتی در مورد کسی که زیاد بازی می‌کنه، یا به عبارت دیگه درصد خیلی کمی از کسانی که اهل بازی کامپیوتری هستند. بر مبنای شواهد علمی که در اختیار داریم میشه گفت کمتر از 1% جمعیت دچار اختلال بازی هستند. سوال اینه که همین گروه کوچیک اگه بخوان کمک بگیرن باید به کجا مراجعه کنن؟ در بریتانیا مراکزی هست که به این افراد کمک میکنن، حتی مراکز بازپروری خصوصی هم داریم. اسم این مرکز هست پرایم روز لاج.
در استان ساری در جنوب لندن. اینجا به جز اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و قمار هم درمان میشه. اوایل بیشتر کسایی که به خاطر اعتیاد به بازی می اومدن کسایی بودن که یک اعتیاد دیگه هم داشتن، مثل مواد مخدر و بازی. ولی در 18 ماه گذشته تعداد کسایی که صرفاً برای اعتیاد به بازی مراجعه میکنن بیشتر شده. پیتر 40 سال سن داره. همه عمرش بازی کامپیوتری میکرده تا اینکه به خاطر اعتیاد به بازی زندگیش از هم میپاشه. عشق من بازی های اکشن و بکش بکش بود. هاف لایف، آنریال تورنمنت، کانتر استرایک، تیم فورتس و اینجور بازی ها. از سر کار که برمیگشتم مینشستم سر بازی تا صبح. آخر هفته ها رو هم عملا کلن پای بازی بودم. کم کم اوضاع خونه به هم ریخت. اون موقع دوتا بچه داشتم. نهایتا انقدر بازی کردم که از کار بیکار شدم. سر کار همیشه خسته بودم. آخرش انداختنم بیرون. الان که فکرشو میکنم خجالت میکشم. خیلی ها رو اذیت کردم. تا قبل از اینکه بیام بازپروری و بهتر بشم فکر میکردم همه این مصیبت ها مال اینه که بازی دوست دارم. یعنی چون سوزن به خودم نمی زدم، به هروئین معتاد نبودم، فکر می کردم معتاد نیستم و چیز مهمی نیست. پیتر یک ماه بازپروری بود و الان 4 سال برای درمان کامل کلن بازی نمی کنه. اعتیاد به بازی شبیه اعتیاد به قماره. درمانش هم عملا یکیه. هم جلسه های جمعی داریم، هم جلسه های فردی. توی این جلسه ها شخص به مرور پی می بره که عامل بنیادی و پیشبرنده رفتارش چیه. بستری شدن در مراکز بازپروری شبانه روزی هزاران پوند هزینه داره، ولی نظام درمانی سراسری بریتانیا هم این اختلال رو جدی گرفته و داره یک برنامه مشابه ولی رایگان رو اندازی میکنه. دکتر جو تویست مدیر عامل نهاد مسئول صنعت بازی‌های کامپیوتری در بریتانیا است. او نظر سازمان بهداشت جهانی رو به هیچ وجه قبول نداره و شواهد علمیشون رو هم رد میکنه. نظر ما به عنوان یک بخش این صنعت و البته نظر بسیاری از دانشگاهیان از روانشناسان گرفته تا دانشمندان علوم اجتماعی و دیگران اینه که شواهدی که این گزارش بر مبناشون تهیه شده به هیچ وجه مورد اجماع نیست. ما معتقدیم این تصمیم عجولانه بوده. شواهد و مستندات موجود روشن نیست و دست کم در این مقطع متخصصان امر روش اتفاق نظر ندارن. نکته ای که من میخوام صریح بگم اینه که ما انتظار داریم صنعت بازی های کامپیوتری استدلال متخصصان بهداشت و سلامت عمومی رو بپذیره. حرف متخصصان اینه که اختلال بازی به عنوان یک بیماری جدید یا نسبتاً جدید وجود داره و در نظام درمانی بسیاری از کشورها مسئله ساز شده. به نظرم پذیرش این واقعیت گام بزرگی خواهد بود در راستای حل مسئله. صنعت بازی‌های کامپیوتری خودش رو در قبال علاقه‌مندان به بازی کامپیوتری مسئول می‌دونه و این مسئولیت رو بسیار جدی می‌گیره. منتها این یک مسئولیت مشترکه. ما نمی‌تونیم به پدر مادرها بگیم با فرزندشون چجوری رفتار کنن. جرأت نمی‌کنیم. کاری که دوست داریم بکنیم اینه که خانواده‌ها رو کمک کنیم که بفهمن چطور می‌تونن فرزندشون رو حفظ کنن. چطور می‌تونن از گزینه کنترل والدین در بازی استفاده کنن. چطور می‌تونن محدودیت زمانی بذارن. چطور میتونن با فرزندشون در مورد بازی صحبت کنن و ببینن چرا به یک بازی مشخص جذب میشه و حتی با فرزندشون بازی کنن. برای ما که اهل بازی کامپیوتری هستیم این اخبار منفی ربطی به واقعیت نداره. برای ما بازی هم یک جور سرگرمی مثل سینما یا موسیقی به همون مهمی و با همون میزان خلاقیت. ولی هر چقدر بازی‌های کامپیوتری پرطرفدارتر و گسترده‌تر میشن، مشکلاتشون هم بیشتر میشه و همه باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم. خب حالا که صحبت گیم داغه، بریم سراغ یکی از بازی‌هایی که به تازگی منتشر شده و علیرضا واصفی بررسیش کرده. اسپایدرمن. پیتر پارکر. How the hell are you? The city is in danger. بازی‌سازا از 35 سال پیش دارن سعی می‌کنن دنیای قابل لمس‌تر و لذت بخش‌تری از اسپایدرمن بسازن. توی این نسخه روی بند بازی اسپایدرمن خیلی کار شده. در حدی که اینسامنیا گیمز گفت تا آخرین لحظه‌های قبل از انتشار داشتن روش کار می‌کردن، تا حتی برای بازیکنای نچندان حرفه‌ای هم وقتی بازی می‌کنن یه جلوه باشکوه داشته باشه و لذت ببرن. کلی جزئیات توی گرافیک این بازی وجود داره.
حرکت ها، پرش ها، ضربه ها خیلی نرم طراحی شدن. به اضافه اینکه حتی اگر بازیکن خیلی قهاری نباشید که بتونید یه عالم ضربه و کمبو رو پشت سر هم بزنید، باز هم توی حرکت ها یه توالی رو میبینید که مثل رقص میمونه. چه رقص معلق در هوا، چه رقص یواشکی و چه رقص مرگ. ضربه ها هم خیلی دقیق و هیجان انگیزن و یه حس قدرت بهت میدن. نورها و رنگها و انعکاسشون روی اجسام و سطوح مختلف یه جور قدرت نمایی سازنده های این بازیه. ویدیوهایی که داستان رو روایت میکنن وسط بازی زیاد میبینین، ولی اصولا خیلی خوب تولید و پرداخت شدن. That's like zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? از چیزای باحال این نسخه لباسای اسپایدرمنه که از این جدول میشه فهمید فعلا 20 تاست که به مرور توی بازی میتونید یه تنی بهشون بزنید. هر کدوم قابلیت‌های مختلفی دارن. یه سری ابزار هست و یه سری هم ابیلیتی مختلف که میتونید همه اینا رو با هم ست کنید و تازه با بازی حال کنید. قیافه های شخصیت ها یه جورایی اصلا حس دارن که میشه بازی هنرپیشه ها رو توشون دید. بازی روی هر دو وجه اسپایدرمن کار کرده، یعنی بازیکن ها هم درگیر بخش عنکبوتی و هم درگیر پیتر پارکر میشن. چند بار هم باید با کاراکترهای دیگه بازی کنید که خیلی هیجان انگیز نیست ولی خیلی هم کوتاهه. مثلا مری جین، دختری که پیتر عاشقشه، و همینطور پسری که از طرفدارهای اسپایدرمن و بعد برای کمک بهش ملحق میشه. یه عالم ماموریت و بازیهای کوچیک توش گنجونده شده که باید همه اونا رو انجام بدید. هر کدوم از انواع مختلف این بازیها یه جایزه‌ای بهتون میده که برای ساختن یا قوی‌تر کردن لباس‌ها و ابزار اسپایدرمن لازمش دارید. از پازل و معما گرفته تا تمیز کردن محیط زیست و خیابون و دریا و آسمون و حتی جنگیدن با گروه‌های مختلف تبهکار. اما از چیزایی که خیلی زود بهش برمیخورید یک نواختی ماموریت هست. هر منطقه از نقشه چند تا میشن داره که در تمام نقشه عیناً تکرار میشه. توی بعضی از فضاهای سربسته حرکت دوربین دستتون رو میذاره تو پوست گردو. این بازی خیلی شبیه بازی بتمن آرکام نایته. این بتمن یه کاراکتر خشک و یغوری نداره، ولی اینکه میتونی یه جورایی روی شهر پرواز بکنی و نوع نبردها و بزن بزناشون خیلی منو یاد بتمن میندازه. این بازی روز داره، شب داره، تغییر آب و هوا داره، فصل اول هم داره که با مترو این ور اون ور میره. هنوز بازی منتشر نشده DLC هاشو اعلام کرده که توی اکتبر و نوامبر و دسامبر سه تا چپتر مختلف منتشر میشن که همش میشه یه DLC. برعکس خیلی از بازی‌ها که تفنگ ور میداری و تق و تق آدم ها رو بدون هیچ دلیلی اغلب میکشی، توی این بازی داستان یه جوری روایت میشه که تو واقعا ایمان پیدا میکنی که داری با یه سری تبهکار میجنگی و تهش رضایت یک قهرمان رو داری. The toxins coming from two types of cars and a faulty smokestack. I better get photos. این هفته اولین قطار هیدروژنی جهان وارد ایستگاهی در آلمان شد. سونی یک پلی استیشن کوچیک رو به نمایش گذاشت و یک ربات عروس دریایی با دست و پای نرم پا به عرصه وجود گذاشت. روی خشکی برای ایلان ماسک، میلیاردر معروف، هفته پرهیاهویی بود. روز دوشنبه یک غواص بریتانیایی به خاطر اینکه آقای ماسک او را بدون مدرک بارها به سوء استفاده از کودکان متهم کرده شکایت کرد. روز سه‌شنبه اوضاع کمی بهتر بود. اسپیس اکس اعلام کرد یک میلیاردر ژاپنی اولین مسافر ماموریتش برای سفر دور ماهه. و بعدتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که داره به خاطر یک سری از توییت‌های مالی آقای ماسک در ماه گذشته در مورد تسلا تحقیق می‌کنه.
یک ماهواره آشغال جمع کن برای اولین بار یک قطعه فضایی بی‌مصرف رو جمع کرده. این دستگاه نمونه با موفقیت یک شیء فلزی رو از فاصله 6 متری به تور زد. وزن تور در نهایت ضایعات رو به طرف جو میکشه تا در اونجا بسوزن و از بین برن. ناسا برآورد میکنه که بیش از 500,000 قطعه فضایی ناخواسته در فضا وجود داره. جالبه بدونین که حتی یک قطعه نسبتاً کوچیک میتونه به یک ماهواره یا فضاپیما آسیب برسونه. آزمایشگاه سی سیل MIT خبر داده که میتونه مجسمه‌های متحرک سه‌بعدی از فیلم‌های دوبعدی معمولی خلق کنه. این سیستم میتونه با تشخیص ساختار بدن انسان یک نسخه سه‌بعدی از صحنه بازسازی کنه که میشه برای بررسی چرخوندش. اونا امیدوارن این تکنیک به افرادی مثل رقاصان و ورزشکاران کمک کنه تا در مورد نحوه حرکت خودشون بیشتر بفهمن. و در نهایت با یک ربات دوتونی عنکبوتی رکورد چکن چطوریم؟ منتیس یا آخوندک یک ششپای 5 متری کار مهندس بریتانیایی مت دنتون. او ده ها ربات کوچک ساخته، اما این اولین باره که به خاطر ساخت بزرگترین ربات ششپای قابل روندن ازش تقدیر میشه. البته با سرعت کمتر از 1 کیلومتر در ساعتش شاید بهتر باشه جایزش رو پس بگیرن. این صحنه کابوس هر پدر و مادریه، اینکه برگردی ببینی بچت نیست، حتی برای چند ثانیه. توی یکی از قسمت‌های سریال بلک میرور، مادر انقدر نگران این اتفاقه که یک فرستنده توی بدن بچهش کار میذاره که همیشه و همه جا ازش باخبر باشه. یه راه دیگه که به اون اندازه خشن نیست اینه که به بچه‌ها تلفن هوشمند بدی. هم میتونی باشون تماس بگیری، هم با GPS میتونی پیداشون کنی. شاید به همین دلیلی که الان 83% نوجوانای بریتانیایی موبایل هوشمند دارن، موضوعی که میتونه عامل اعتیاد به موبایل یا ابزار مشابهش از سنین پایین بشه. حالا فرض کنید میشد هر لحظه بفهمید بچه‌تون کجاست و اگه خواستید باهاش ارتباط داشته باشید بدون اینکه براش تلفن هوشمند بخرید. اینجاست که ساعت هوشمند نروژی اکسپلورا وارد صحنه میشه. اکسپلورا سیم کارت و GPS داره. مادر و پدر میتونن با اپلیکیشنی که روی موبایل خودشون دارن بفهمن بچه‌شون کجاست. اگه احیانا بچه از محدوده امنی که تعیین کردن خارج بشه، ساعت براشون پیام میفرسته. اکسپلورا کار تلفن رو هم میکنه. کودک یا نوجوان میتونه تلفن بزنه و پیامک بگیره یا بفرسته. ولی فقط اگه طرف مقابل آدم تایید شده ای باشه. در موقعیت اضطراری هم میتونه پیام SOS بفرسته. راه حل خوبیه. تنها ایرادش اینه که هر جا امکان ردیابی باشه، یعنی امکان هک شدن هم هست. ما از نزدیک با مؤسسات حفاظت از داده ها در نروژ و آلمان و با سازمان TAB که از شرکت های بسیار معتبر و شناخته شده سرویس های امنیتی کار کردیم. سوال اینجاست که آیا حریم خصوصی بچه‌ها با این کار نقض نمیشه؟ این ابزارها برای بچه‌هایی طراحی میشه که هنوز به سنی که موبایل داشته باشن نرسیدن. نکته دیگه بحث سلامتیه. مثلا اگه بچه شما میخواد بره فوتبال بازی کنه، موبایل همراهش باشه راحت نیست، ولی این ساعت هوشمند راحته و ارتباط اون کودک با والدینش رو حفظ میکنه. بنابراین چنین مواردی هست که این ساعت حتی برای نوجوانان هم مفیده. یکی از نگرانی های خانواده های امروزی اینه که بچه هاشون مدام پای تبلت مادر و پدرشونن، در حالی که ما دوست داریم برن بیرون بازی کنن، مدام تو خونه پای شبکه های اجتماعی نباشن، دنیای خارج از خونه رو هم تجربه کنن، با دوست و آشنا و خانواده اما بدون تبلت. نه اینکه کلن از تبلت یا تلفن هوشمند استفاده نکنن یا بازی کامپیوتری نکنن، چون جلوی اون رو که احتمالاً نمیشه کامل گرفت. این ستون لورد نلسون در میدون ترافلگار لندن. تقریباً 150 ساله که 4 شیر در اطراف دارن ازش محافظت میکنن، اما اخیراً یک شیر پنجم هم بهش اضافه شده. تظاهرات، جشن، عزا. ترافلگار سالهاست محل جمع شدن آدم هاست. این شیرها از 1867 اینجا بودن و صدای همه اون آدم ها رو شنیدند. حالا تصور کنید یهو زبون باز میکردن. در حاشیه جشنواره طراحی لندن یک شیر پنجم بهشون اضافه شده، شیری با هوش مصنوعی.
اسم این مجسمه رو گذاشتن لطفاً به شیرها غذا بدید. طراحی و اجراش کار مشترک استلوین و آزمایشگاه فرهنگ و هنر گوگل. هر کسی که از میدون ترافلگار رد میشه میتونه به این شیر غذا بده. غذاش چیه؟ واژه. شبکه عصبی مصنوعی داخل شیر با اون واژه ها شعر میگه. شیر شاعر از الگوریتم استفاده میکنه که بهش میگن شبکه عصبی تکرار شونده دارای حافظه بلند کوتاه مدت. یادگیری ماشینی جایگزین شعری که انسان میگه نمیشه. صرفا یه شیوه دیگه است برای آدمهایی که به طور عادی بلد نیستن شعر بگن یا در حالت عادی اصلا فکر شعر گفتن نمیکنند. با این شیوه میتونن کلمه هایی را که میخوان جمع کنن و باهاشون یک جریان اندیشه بسازن یا در واقع به انبوه افکار آشفته‌ای که تو ذهنشون هست نزد بدن. نکته مهم اینه که لازم نیست حتما بیان میدان ترافالگار. روی وبسایت هم میتونید همین کارو بکنید. بنابراین قرار نیست فقط اهالی لندن ازش استفاده کنند. این نکته برای من خیلی مهمه. این الگوریتم نوشتن رو با خوندن میلیون ها واژه از اشعار قرن 19 هم یاد گرفته. دلیل اینکه شعر قرن 19 همی بهش خوروندن اینه که شیرهای میدان ترافلگار مال اون زمانن. روش کار الگوریتم اینه که با تکرار یاد میگیره که واژه بعدی هر واژه رو با توجه به واژه های قبلیش حدس بزنه. شبیه همون کار که گوشیتون وقتی که پیامک میفرستید میکنه. این کار رو انقدر تکرار میکنه تا به جایی برسه که بتونه جمله هایی بسازه که قبلا ندیده. ماشین اونا رو کنار هم میذاره و نوعی شعر میسازه. در مرحله بعد این شیر شعرها رو با پروژکتور میندازن توی دهان شیر و هوا که تاریک شد روی ستون نلسون. تنها ایراد کار اینه که وقتی از مردم بخوای واژه وارد کنند، خدا میدونه چه چیزهایی بذارن تو دهن شیر. البته ما روی الگوریتم چند جور فیلتر گذاشتیم. فیلتر اول اینه که کلمه حتما باید توی دیکشنری آکسفورد باشه. فیلتر دوم کلمه های زشت رو حذف میکنه. اگر کلمه ای وارد کنین که شیر خوشش نیاد، خیلی صریح میگه این کلمه رو نمیتونم هضم کنم. لطفا یه کلمه دیگه بده. سوال این که با رواج استفاده از هوش مصنوعی در هنر، آینده رابطه هنر و فناوری رو چی می‌بینیم؟ سوال اینه که آیا فناوری چیز معقول تولید می‌کنه؟ آیا چیزی به اثر اضافه می‌کنه؟ چون اگه نکنه، بهتره اصلاً وارد هنر نشه. ولی اگر بشه به عنوان یک ابزار خلاقه ازش استفاده کرد یا مثل یه همکار باهاش کار کرد، خب خوبه. به نظر من در این مورد شیر شاعر فناوری هم ابزار بوده هم همکار، یا شاید صرفاً عاملی شده باشه که آدم‌های بیشتری به یه اثر هنری دسترسی داشته باشن. اینجا شرکت لگوه و امروز روز بازیه. یک روز در سال کارمندهای شرکت لگو به جای کار کردن فقط بازی میکنن. من هم به اونا پیوستم تا ببینم تأثیرش چی میتونه باشه. به نظر من روز بازی فرصتیه که الگوهامون رو بشناسیم، بفهمیم چرا اینجاییم، حالا در هر بخشی که کار میکنیم. اینکه هرچند ممکنه دارم تو بخش اداری یا مالی کار میکنم، ولی در نهایت اینجام که یه لبخند رو لبه یه بچه بیارم. غیر از لگو، شرکت های بزرگ دیگه هم هستن که بازی رو در برنامه کارمندانشون قرار میدن، به این امید که سلامتی روان بهتری پیدا کنن و در نتیجه بازده کاریشون بالا بره. اما از لحاظ علمی این چقدر قابل اثباته؟ محققان دانشگاه گلدسمیث با استفاده از ترکیب روانشناسی، پزشکی و فناوری قرار جواب این سوال رو پیدا کنن. پژوهش ما یه پژوهش کاملا جدیده. می‌خوایم تأثیر بازی در محیط کار رو بررسی کنیم. آزمایشی که ترتیب دادیم نسبتاً قدیمیه. اول یه محیط کنترل شده رو در نظر می‌گیریم، یه روز عادی کاری، بعد در همون محل یه روز بازی ترتیب میدیم که کارکنان تمام روز بازی‌های مختلف انجام میدن. روز بعدش هم بررسی می‌کنیم ببینیم تأثیر بازی‌های روز قبل روی اشخاص چی بوده. این محققان به شرکت لگو اومدن تا به طور آزمایشی طرحشون رو پیاده کنن. دیروز موقع کار ضربان قلب چند تا از کارکنان رو با جزئیاتش اندازه گرفتن. امروز در طول بازی و فردا در روز کاری هم همین آزمایش رو انجام میدم. قراره با استفاده از نتایجی که از این داده ها به دست میارن ببینن تاثیر بازی و فعالیت های مختلف روی مغز و قلب چیه و بعد از لحاظ روانشناسی تحلیلشون کنن. علاوه بر این با استفاده از یک بات آنلاین هم از خود شرکت کننده ها در مورد تجربهشون سوالاتی میپرسند.
اکثر این آزمایش توسط یک فناوری پوشیدنی و اپ مرتبط به اون انجام میشه. متخصص این فناوری که خودش هم یک روانشناسه به من کمک میکنه تا خودم هم تأثیر بازی کردنم رو روی ضربان قلبم مشاهده کنم. این چیکار کنم؟ Okay, so this is the monitor you need to wear. این یه ضربان سنج با حساسیت بالا، در واقع 1000 هرتز. کافیه بذاریش زیر لباست که با پوستت در تماس باشه. Okay. حالا برو بازی کن. آه، مرسی. کریس به طور ساده توضیح داد که مغز سرعت ضربان قلب رو بر مبنای اینکه اطراف ما چه اتفاقی داره میفته تنظیم میکنه. وقتی باید تمرکز داشته باشیم یا تو موقعیت استرس‌زا هستیم، ضربان قلب میره بالا و جریان خون سریع‌تر میشه. بعد که اون موقعیت تموم شد و اوضاع آروم‌تر شد، دوباره سرعت ضربان قلب میاد پایین. انتظارتون از نتیجه این تحقیق 3 روزه چیه؟ تصورم اینه که نتایج واقعا مثبت باشه، یعنی زمانی که انرژی بیشتر لازم دارن و باید فعالتر باشن یا تمرکز بیشتر لازم داشته باشن، عدد میره پایین و خیلی سریع برمیگرده بالا، به خاطر اینکه بهشون خوش میگذره. بنابراین به محض اینکه اون لحظه پر استرس گذشت، باید خیلی سریع برگردن به حال عادی و آماده فعالیت بعدی باشن. اگه کارتون طوری باشه که مدام استرس داشته باشین، طبعاً این بالا و پایین‌هایی که نشونه سلامت مغز و قلبه نخواهید داشت. باید بین استرس حاد و استرس مزمن فرق قائل شد. استرس حاد مال اون موقعی که یهو یه شیر پشت سرتون سبز میشه. ولی اگه استرس درازمدت یا مزمن داشته باشی، پیامدهای منفیش خیلی بیشتره. فکر میکنم همه در این مورد هیجان زدن. کلاً جریان مثبتی همه جای دنیا راه افتاده که به محیط کار توجه کنیم. بفهمیم چطور میشه بهتر با کارمندها و نیروهای کار ارتباط برقرار کرد. و به نظرم بازی یکی از راه‌های جذاب و خلاقانه برای رسیدن به این هدفه. نتایج آزمایش حاضر شده. به نظر میاد بعد از یه دوره کاری پرفشار، بعضی بازی‌ها کمک می‌کنن کارمندا سریع‌تر به حالت عادی برگردن و احتمالاً در بعضی از انواع شخصیت‌ها هم سطح اعتماد به نفس و خلاقیتشون بالا میره. کودک درون ما عاشق داستانه و شما هم راوی تصویری خوبی هستین. با همین فرمون پیش برین. این جایزه هم میرسه به کلیک فارسی. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.